عبدالله حبیب زای شهردار کابل، سرپرست شهرداری کابل برای بحث بیشتر با ما هستن. سلام با شما آقای حبیب زای، بسیار خوش آمدین، شبتان بخیر. ما در نخست میخوایم فشرده از تصمیم هایی را که امروز اتخاذ کردین در هماهنگی با لوئیس آرانوالی وزارت امور داخله و پیش از او هم در خود شهرداری شما نشست هایی داشتین، برنامه هایی داشتین برای اصلاح نظام شهرداری، اصلاح قانون شهرداری برای ما و با مردم افغانستان شریک بسازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا ما سلام های خدا خدمت تمام بینندگان تلویزیون طلوع تقدیم میکنم. نشستی که ما امروز داشتیم در ارتباط به جمع‌آوری بدهی‌هایی که شهرداری کابل بالای اشخاص و ادارات مختلف داشت بود، موضوع دوم جلوگیری از ساخت سازهای خودسر در کنج کنار شهر کابل که باعث ایجاد مشکلات متعدد برای مردم و برای زیبایی شهر شده، و موضوع آخری در ارتباط به زمین، هزارها جریب زمینی که توسط زورمندان و متخلفین غصب شده بود. و ما مصمم به این هستیم تا تمام قرضهایی که بالای ای اشخاص باقی مانده در مدت ضرب الاجل که تعیین شده جمع بکنیم. طبعا اسناد و شواهد کافی وجود داره و حتی فیصله کابینه در ارتباط وجود داره که اینها الا یک ماه باید پول خود را بپردازند. کی فیصله کابینه پنج ماه قبل صادر شده بود، بنان ما فیصله کابینه خودش قانون است و باید توسط لوئیس آرانوالی در این پنج ماه اجرایی نشده هیچ بخش از این فیصله، هیچ بخش اجرایی نشده. حالا شما آمدین که این را اجرایی بسازین و یک ماه هم ضرب الاجل تعیین کردین، اگر نتونستین یا اینها ندادن این پول ها و بدهی هایشان را، چی میکنین دارن؟ خب ضرب الاجل ما یک ماه نیست، یک هفته است. یک هفته است. اگر در یک هفته نپردازن، همکارای ما که لوئیس آرانوالی گارنیزون و وزارت داخله هستند، اینا مکلف هستند نظر به قانون لایحه وظایفشان و نظر به فیصله سری کابینه جمهوری اسلامی افغانستان که باید فعالیت اینا را مسدود بسازند. بنان اینا به ما تعهد کردند که در صورت عدم پرداخت بدهی‌های شهرداری کابل در ابتدا اکانت های بانکی اینا را بلاک میکنیم، و اگر اینا باز هم نپرداختن ما فعالیت هایشان، پروژه هایشان، دفاترشان را مسدود میکنیم. و طبعا در ارتباط به این اقدام خود تمام آمادگی های کامل که از حمایه کامل و جدی مقام عالی ریاست جمهوری آغاز الا فعالیت های مفصل ای را طرح‌ریزی کردیم و ما آماده هستیم. بل این افراد که صاحب سرمایه هستند و صاحب پول و قدرت هستند طبیعتاً ارتباطات بسیار نزدیک و دوشادوش با رئیس جمهور، رئیس اجرایی، وزرا و افراد زورمند دولتی دارند. هیچگاه مطمئن هستین این روابط حاکم نخواهد شد بر فیصله شما، تصمیم شما؟ خب چند روز قبل من نشست طولانی با جلالت مآب رئیس صاحب جمهور داشتم و این لیست در خدمتشان قرار دادم. و از زمانی که ما من رئیس سرپرست شهرداری کابل مسئولیت گرفتیم، شاهد بودیم که رهبری دولت وحدت ملی، خصوصا جلالت مآب رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرایه، بر مبارزه با فساد کاملا جدی هستند، کاملا متحد هستند و اینا هیچ نوع سوستی و یا تعلل در ارتباط به مبارزه با فساد از خود نشان ندادن. بنان ما با توجه به اراده قوی اینا و با توجه به اراده قوی که رهبری شهرداری کابل در راستای مبارزه با فساد اداری داره، این برنامه را آغاز کردیم و کاملا مطمئن هستم که ما این قرضداری های خود جمع میکنیم. مراکز تجارتی هم مشمول این برنامه است؟ بله، گلبار سنتر. گلبار سنتر. خب شما پیشتر گفتین که اگر اینها نپرداختند بدهی‌هایشان را، دروازه‌های این مراکز تجارتی بسته میشن. بحث مردم چی میشن؟ بحث خرید و فروش، بحث سرمایه گذارانی که اینجا به هیچ دلیلی اونها متضرر میشن. خب اینا درک کردن که اینا هیچ گونه نمیتونن با یک دولت طرف واقع شوند، و روی همین دلیل گلبار سنتر به مجرد که
ما کنفرانس مطبوعاتی را ختم کردیم، امروز ما با تماس شد که ما حاضر به مذاکره هستیم و مشکل از لحاظ مذاکره حل میکنیم. بنان یک خبر خوش است. در عین زمان قبل از کنفرانس مطبوعاتی روز قبل یکی از قرضدارهای بزرگ دیگه به ما مراجعه کردن و اصرار داشتن که ما از طریق مذاکره مشکل حل میکنیم، که این اولین بار است که اینا خود به ما به تماس میشن و هرگاه اینا به تماس نشن قسمی که ما با شما گفتیم فعالیت ها اینا رو مسدود میکنیم. شما چقدر انعطاف خواهید داشت در مذاکرات اگر اینها طبیعتا خیلی هاشان آماده نخواهند بود که دفعتا پول بپردازن؟ خب ما ناچار هستیم فیصله کابینه و فیصله های متعدده که در کابینه صورت گرفته عملی بکنیم، چون ما اگر عملی نکنیم به این معنا که ما خود قانون نقض کردیم. بنان نشستای مختلفی که ما با نماینده لوی سارنوالی گارنیزیون و وزارت داخله داشتیم، به این فیصله رسیدیم که ما مراحل را که من قبلا به شما تشریح کردم جهت عقص ای بدی ها یک به یک عملی میکنیم. بحث رشد غیر قانونی شهر کابل و توسعه شهری کابل که بر اساس آمارها حدود 70% گفته میشه، تصمیم در این مورد چی است؟ برنامه در این مورد چی است؟ این مورد یکی از بزرگترین مشکلات شهری در کابل است. واقعا مشکل موجودیت ساحات غیر پلانی که عموما خودسر خلاف ماستر پلان و نقشه های تصویب شده شاروالی است، یکی از چالش های اساسی در افغانستان است که البته نه تنها در افغانستان، در اکثر کشورهای دنیا یک چالش بوده. بنان ما برش برنامه داریم، اما در کابل فیصدی این زور آبادی ها و غصب زمین ها شاید خیلی هم بیشتر از کشورهای دیگر باشه. واقعا یکی از بیشترین فیصدی های است که در شهرهای دنیا موجود است. در برابر اینها چی میکنین شما؟ در برابر اینها ما برنامه های مشخص داریم. البته برنامه استراتژیک ما روی صاحب صاحی از این بحث میکنیم و قرار است که یک گروپی از متخصصین که اینا در کشورهای مختلف عین مشکل حل کردن، به گونه مثال یکی از مراکز تحقیقاتی شهرسازی در پوانتون ام‌آی‌تی امریکا عین برنامه را در کشورهای مختلف عین مشکل حل کردن. استراتژی چی است؟ خانه ها را ویران میسازین، نمره توزیع میکنین، بلاک جور میکنین براشون، چی است برنامه عملی تان وقتی شما نقشه میخواین تطبیق بکنین، ماستر پلان تطبیق میشه، چی است برنامه؟ خب در ارتباط به این روش های مختلف وجود داره که نظر به ساحه، نظر به موقعیت شهر عملی میشه که شامل استفاده از روش های تنظیم مجدد زمین است که این ساحات به ساحات پلانی تبدیل میشه و ساحاتی که در مسیر تطبیق نقشه های تفصیلی واقع میشه اینا در با زمین هایی که در کنار جاده ها واقع میشه به شکل از اشکال تجدید زمین صورت میگیره. روش دیگه ما عبارت از انتقال اینا به ساحات که ساخت و سازهای مسکن قابل استطاعت تطبیق میشه اینا انتقال. این برنامه های شما شامل برنامه های کوتاه مدت تان است، دراز مدت است؟ با توجه به اینکه شما یک هفته برای جمعاری بدیه ها تعیین کردین، این برنامه ها در چه زمانی تطبیق میشن؟ یک چیز فراموش نکنیم، هر کسی که به عنوان شهردار آماده در کابل تعهدات بسیار بلند بالایی را که گفته می شد و به زبان می گنجید گفتند، ولی در عمل ما دیدیم که امروز یکی از فاسدترین اداره‌ها در افغانستان اگر باشه شهرداری است. شما این را تعقیب خواهید کرد یا واقعا اگر توانایی نبود چی میکنین اون زمان؟ اگر با زورمندا مقابله کرده نمیتونین، تصمیمتان چی است؟ خب واقعا چند تفاوت وجود دارد که ما را امیدوار می سازد که ما میتونیم موفق تر از رهبری های قبلی شاروالی کابل باشیم. قدم اول موجودیت اراده قوی دولت وحدت ملی افغانستان که ما نه تنها ما بلکه در مجموع متخصصین به این باور هستند که این اراده و این دانش قویه که رهبری وحدت ملی خصوصا جلال باب رئیس جمهور در قسمت ساخت و ساز شهرها داره از استثناءات است. دلیل دوم موجودیت رهبری قوی جدید در شاروالی کابل است که همچون متخصصین در تاریخ شاروالی کابل در شاروالی کابل موجود نبوده. این باور من نه، باور بسیار متخصصینی است که در عرصه شهرسازی موجود است که شاید در آینده ثابت شود.
دلیل بعدی موجودیت برنامه های همجانبه ما است که ما با مطالعه که تمام اسناد و شواهدی که قبلا در شورای کابل بوده کردیم این نوع برنامه ریزی ما اولین بار است که به شکل ما هم در آخرین فرصت برای ما در مورد کسانی که پرونده‌هایشان در جریان است که در فساد غرق بودن و دست داشتن برای ما بگوین که مشخصاً ضرب الاجل بر اینها چه زمانی است، چه مدتی است که اونها را بیارین به دادگاه و به محاکمه بکشانیم؟ خب در ارتباط به فساد یک موضوع حقوقی است و در هیچ جای دنیا برای حل مشکلات حقوقی ضرب الاجل مشخص وجود ندارد. هر زمانی که اسناد و شواهد به دست بیاید بدون تعلل ما اقدام میکنیم و اینا را به پنج قانون میسپاریم. مثل که ما اما در کابل چیز زیاد است سند حداقل شما بیاین در بخش ساختمانی کابل را ببینین با ساختمان های دلخراشی که داره غیر معیاری، شما اجازه 4 منزل را اگر دادین 14 طبقه 15 طبقه ایجاد شده. شما برین ریاست ساختمانی را تعقیب بکنین سند برتون میآید. خب واقعا ما یک به یک این اسناد را مطالعه میکنیم و مقداری اسناد و تخلفات چنان گسترده است که ما با کمبود کارمندان مواجه هستیم. وظایف ما تنها این نیست که ما به فساد رسیدگی بکنیم. البته اصلا وظیفه قانونی شورای این نیست که فساد هر فرد کارمند را رسیدگی بکنه. ما وظایف دیگه هم داریم که برای ساخت و ساز عرضه خدمات است. بنابراین ما را به کندی با کمبود متخصصین حقوقی مواجه ساخته که ما در تلاش هستیم که یک گروه متخصصین و حقوقدانای فساد اداری را در چند هفته آینده استخدام بکنیم که اینها به طور اختصاصی بالای پرونده های فساد کار بکنند. سپاسگزارم از شما. عبدالله حبیب‌زاده، سرپرست شهرداری کابل.